سرخط مهمترین خبرها. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حملات آمریکا به عراق و سوریه، چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر این حملات را محکوم کردند. حملات آمریکا به عراق و سوریه نقص فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور است. واکنش وزارت خارجه آمریکا به گزارش‌ها مبنی بر از سرگیری فعالیت دیپلماتیک آمریکا در افغانستان می‌گوید هیچ برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای برگشت به افغانستان ندارند. بسیار مهم است که موضع وزارت خارجه را کاملا روشن کنیم. این است که ما هیچ برنامه کوتاه‌مدتی برای بازگرداندن هیچ گونه فعالیت دیپلماتیک به کابل نداریم. و ادامه نگرانی ها از تشدید خشکسالی در افغانستان. 5 نهاد بین المللی در اعلامیه مشترک اعلام کردند 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید روبرو اند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. من سید رضا مبارز هستم. توجه شما را معطوف می دارم به خبر این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. از سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام با حضور میلیون ها زائر در شهرهای مختلف عراق گرامی داشت شد. پیروان و دوستداران آن امام همام به یاد مظلومیت موسی بن جعفر علیه السلام عشق ریخته و بر سر و سینه زدند. همزمان در دیگر کشورهای اسلامی نیز از سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به گونه باشکو گرامی داشت گردید. یا موسی بن جعفر. سال روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، صدها هزار نفر اینجا در کاظمین عراق گرد هم آمدند تا 25 رجب سال روز شهادت آن حضرت را گرامی بدارند. در مراسمی که جایی برای سوزن انداختن نیست، شرکت کنندگان نیز به یاد غربت و مظلومیت آن امام همام سینه زدند و اشک ریختند. نواده های رسول خدا جانهای شیرینشان را در دفاع از اسلام و شریعت فدا کردند و امروز ما و همه امت اسلامی باید پاسدار خون شهدا و ادامه دهندگان راه ائمه علیهم السلام باشیم. کاظمین چند روز است میزبان زائران امام موسی کاظم علیه السلام است. سخنرانان هم در مراسم‌های مختلف و این مناسبت به بازخوانی سیره زندگی آن امام همام پرداختند و از مظالم رفته بر حضرت امام موسی بن جعفر گفتند. هارون الرشید امام را از زندانی به زندانی انتقال می‌داد و سرانجام به زندان سندی بن شاهک در بغداد انتقال داد که از مخوف‌ترین زندانان همراه با ظالمانه‌ترین شکنجه‌ها به شمار می‌رفت. پس از شکنجه‌های سخت و ظالمانه، سرانجام به دستور هارون الرشید امام را مسموم نموده و به شهادت رساندند. در کاظمین امروز سیلی از جمعیت راه افتاده و زائران و دوستداران اهل بیت پیامبر از نقاط مختلف عراق و حتی کشورهای همسایه خود را به کاظمیه رساندند. شهروندان عراق در مسیرهای منتهی به کاظمیه موکب‌ها برپا کردند. من از خادمین امام حسین علیه السلام هستم و برای خدمت رسانی به زائران امام موسی بن جعفر به اینجا آمدم. مفتخر هستیم که برای چهارمین سال در کاظمین در ایام شهادت آقا موسی بن جعفر پذیرای زائرین ایشان هستیم. در وعده های مختلف صبحانه، نهار، شام به مدت 3 روز انجام وظیفه میکنیم. جاده های اطراف حرم کاظمین مملو از زائران امام موسی بن جعفر است. برخی رسانه ها حضور زائران را میلیون ها نفر گزارش دادند. انتظار می رفت 12 میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند. دولت عراق برای تأمین امنیت زائران طرح امنیتی 3 مرحله‌ای را روی دست گرفته. هنوز هیچ مورد ضد امنیت در مراسم سالگرد شهادت نواده رسول خدا گزارش نشده است.
من از بصره برای زیارت کاظمین و عزاداری آمده ام. اینجا امنیت زائرین تأمین است. از 25 رجب سال روز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در نقاط مختلف کشورهای اسلامی گرامی داشت می شود. عالمان دین با بازخوانی سیره زندگی پیشوایان دینی بر الگوگیری از سیره زندگانی رسول خدا و ائمه تأکید می کنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ برنامه کوتاه مدت برای بازگشت فعالیت دیپلماتیک در افغانستان ندارد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت رعایت حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب محور اصلی تعامل واشنگتن با کابل. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت در واکنش گفت کابل خواهان روابط خوب با تمامی کشورها به شمول آمریکا است. آگاهان سیاسی اما معتقدند واشنگتن بدون کسب امتیاز از سوی حکومت فعلی افغانستان حاضر نیست روابط دیپلماتیک با کابل برقرار نماید. بحث فعالیت دیپلماتیک آمریکا در کابل این روزها به یک از مباحث داغ تبدیل شده. این موضوع پس از پذیرش اعتمادنامه نماینده ویژه افغانستان در بیجینگ بالا گرفته. به تازگی سیگار نیز در گزارش به استراتژی تازه وزارت خارجه آمریکا در قبال افغانستان پرداخته و گفته این وزارت روی برنامه ریزی احتمالی برای بازگشت خدمات کنسولی به کابل کار خواهد کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور هیچ برنامه کوتاه مدتی برای از سرگیری فعالیت دیپلماتیک در کابل ندارد. بسیار مهم است که موضوع وزارت خارجه را کاملا روشن کنیم. این است که ما هیچ برنامه کوتاه مدتی برای بازگرداندن هیچ گونه فعالیت دیپلماتیک به کابل نداریم. از سوی حمزه بهلا مجاهد سخنگوی حکومت میگوید کابل خواهان روابط خوب با تمامی کشورها به ویژه ایالات متحده است. و اما تأکید کرد اگر واشنگتن به دنبال بهانه جویی باشد، افغانستان بدون آمریکا نیز می تواند با سایر کشورها روابط خوب داشته باشد. مرد اسلامی افغانستان می خواهد با تمام کشورها روابط خوب دیپلماتیک داشته باشد، از جمله آمریکا. اگر آنها به این روابط اهمیت بدهند، مرد اسلامی حاضر است تماس داشته باشد. ولی اگر آنها بهانه جویی بکنند، موضوعات داخلی افغانستان را در این راستا مانع قرار بدهند، این مرتبط به خودشان است. افغانستان بدون تماس با آمریکا می تواند با دیگر کشورها رابط خوب داشته باشه، پیش بره و منتظر آمریکا نمیمونه. با این حال آگاهان سیاسی ما میگویند واشنگتن به دنبال امتیاز طلبی است و بدون کسب امتیاز نمیخواهد رابط دیپلماتیک با کابل برقرار نماید. آمریکا به دلیل فشار افکار عمومی و به دلیل نهادهای قانونی مانند کنگره و اینایی که در آمریکا بسیار نیرومند هستند، دوست نداره که بدون به دست آوردن یک امتیاز قابل قبول بخواهد دیپلمات‌های خود را به افغانستان اعزام بکنه. از این جهت اعزام هر نوع همکاری و دیپلماتیک خود به افغانستان مشروط به اینه که از سوی طالبان یک تجدید نظری در سیاست‌هایشان باید به وجود بیاید و بعضی خواسته آمریکا را مورد توجه قرار بدهند. از سوی دیگر قرار است نشست دوحه درباره افغانستان تا کمتر از دو هفته دیگر برگزار شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته پس از آگاهی در مورد ترکیب و آجندای نشست دوحه برای شرکت در این نشست تصمیم خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل نشسته را در مورد حملات آمریکا به عراق و سوریه برگزار کرد. شماری از کشورها در این نشست حملات آمریکا به خاک عراق و سوریه را نقض حاکمیت این دو کشور عنوان کرده و از جامعه جهانی خواستند حملات آمریکا را محکوم کنند. نماینده دائم چین و روسیه در سازمان ملل گفتند آمریکا نه به دنبال صلح که در پی گسترش دامنه جنگ است. ساعات پس از این نشست آمریکا و انگلیس به بخشهایی از صعده در خاک یمن نیز حمله کردند. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل بحث پیرامون حملات آمریکا به خاک عراق و سوریه. حملاتی که از دید اغلب کشورها نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و عراق است و جامعه جهانی باید آن را محکوم کند.
نماینده ایران و چین این حملات را غیر قانونی خوانده گفتند ادامه این حملات باعث افزایش تنش در منطقه می شود و امنیت و صلح در منطقه را به مخاطره می اندازد. جامعه جهانی باید اقدامات نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه را محکوم کند. حملات امریکا به عراق و سوریه نقص فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور است. چنین اقدامات غیرقانونی که غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهد، صلح و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد و همچنین تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. علی‌رغم این واکنش‌ها، نماینده آمریکا در سازمان ملل اما گفت حملاتش در عراق و سوریه ادامه خواهد یافت. عراقی ها هم در واکنش گفتند اجازه نمی دهند عراق جایی برای تصویه حساب های سیاسی باشد. اجازه نمی دهیم که کشور ما به عرصه درگیری که منطقه شاهد آن است کشیده شود. اجازه نمی دهیم کشور ما به عرصه تصویه حساب های سیاسی بدل شود. نماینده روسیه هم تاکید کرد که امریکا نه به دنبال صلح که در تلاش گسترش درگیری ها و کشاندن پای برخی کشورها به ویژه ایران به جنگ منطقه‌ای است. معاون دبیر کل سازمان ملل هم از طرف ها خواست با توجه به پیامد یک درگیری بالقوه دیگر در منطقه از خویشتنداری کار بگیرند. من از شورا می خواهم با تعامل فعالانه همه طرف های ذی‌نفع برای جلوگیری از تشدید بیشتر و تشدید تنش هایی که صلح و امنیت منطقه را تضعیف می کند ادامه دهد. امریکا با حملاتی که تهدید مستقیم علیه صلح و ثبات تلقی می شود و نقش مرکزی سازمان ملل را تضعیف می کند به نوعی بنزین روی آتش می ریزد. ایالات متحده تلاش می کند برخی کشورها از جمله ایران را به یک درگیری منطقه‌ای بکشاند. ساعت پس از نشست شورای امنیت بامداد روز سه‌شنبه امریکا و انگلیس بار دیگر به بخش‌های شهر صعده در یمن حمله کردند. در مقابل نیروهای مسلح یمن کشتی انگلیسی را در بندر حدیده هدف حمله قرار دادند. اعضای جنبش انصار الله یمن هشدار می‌دهند که امریکا در تجاوزاتش شکست خواهند خورد. امریکا 9 سال است که در جنگ با ما تلاش نمود و تجاوز قبلی را مدیریت کرد و همین کسی که امروز استاد تا دوباره با مردم یمن مقابله کند، ما با آن میگوییم همان طوری که در گذشته شکست خوردی بعدا نیز شکست خواهی خورد. این در حالی است که پیش از این گروه های مقاومت منطقه گفتند تا پایان تجاوز رژیم اسرائیل به غزه حملات علیه مواضع این رژیم در سرزمین های اشغالی و متحدان غربیش در منطقه ادامه دارد. پایتخت نشینان با شکایت از قطعی گسترده برق میگویند در شبانه روز تنها چند ساعت محدود برق دارند و قطعی برق زندگی آنان را مختل ساخته. شرکت برشنا اما گفته کابل به جز در موارد خاص با کمبود برق مواجه نیست. همزمان یک رسانه آمریکایی گزارش داده که حکومت سرپرست افغانستان بدهی های برق تاجیکستان را به گونه کامل پرداخت نموده. در این گزارش آمده افغانستان در سال 2023 میلادی به ارزش بیش از 110 میلیون دلار از تاجیکستان برق خریداری کرده است. کابل شاید تنها پایتختی در جهان باشد که با قطعی گسترده برق روبرو است. چالشی که نه تنها چرخه اقتصاد را از کار انداخته که زندگی عادی مردم را نیز مختل کرده است. ولاد یک شبانه روز شاید یک 800-900 برق داشته باشیم. بیشتر برق نداریم. کمبود برق در کشور و خصوصاً افزایش پرچاوی های برق در فصل زمستان ناشی از کمبود برق و ناشی از کم شدن واردات برق از کشور ازبکستان مشکلات بسیار بزرگی را خصوصا در سکتور صنعت افغانستان ایجاد میکنه و با کمبود برق پرودکتیویتی سکتور صنعت و تولید کاهش مییابد. توزیع ناعادلانه برق چالش دیگری است که پایتخت نشینان به آن شدیداً انتقاد دارند. میگویند برشنا در کنار حل مشکل کمبود برق، برق را به گونه عادلانه در دسترس مردم قرار دهد.
پرچاوی بسیار زیاد است. مشکلات مردم خو خیلی زیاد است و ما از امارت اسلامی خواهش ما است، چون زمستان است، باید قراردادایی که با ازبکستان و تاجکستان دارد اونا را یا تمدید کنه یا برق وارداتی را زیادتر کنه تا به تمام مردم برق برسد. بر اساس گزارش ها کابل پایتخت به 700 مگاوات برق نیاز دارد. شرکت برشنا هم گفته 80% برق موجود وارداتی و 20% دیگر از منابع داخلی تامین می شود. سخنگوی این شرکت همچنین گفته با توجه به ظرفیت موجود کابل با قطعی برق مواجه نیست. افغانستان برشنا زیاده برق وارداتی ده او موج په ټول موسمونو کې د وارداتي برښنا د قرارداد مطابق او نورماله اخلو. ځینې وختونه په ځینو لینونو کې کله کله عارضه رامنځته کیږي چې هغه عارضه هم تر یوې ورځې یا تر څو ساعتونو زیات وخت نه نیسي، او تاسو پوهیږئ چې ژمی دی، ورښتونه دي، بادونه دي، دا د دې لامل کیږي چې عارضه رامنځته سي. از سوی هم مسئولان این شرکت میگویند تلاش ها برای استفاده اعظمی از منابع داخلی برای تولید برق جریان دارد. به گفته سخنگوی برشنا با تکمیل شدن پروژه های نیمه کاره و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر افغانستان از لحاظ تولید برق به خودکفایی خواهد رسید. و حال چند خبر کوتاه. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرد که در سال 2023 ارزش 1,381,000,000 دلار از آسیای میانه به افغانستان واردات صورت گرفته. سخنگوی این وزارت گفته اقلام وارداتی شامل گندم، روغن، گاز مایع، کود کیمیاوی، مواد ساختمانی و وسایل برقی میباشد. این وزارت همچنان گفته اقلام صادراتی افغانستان در سال 2023 شامل میوه تازه، میوه خشک، آب میوه‌های صنعتی، سنگ، تالک، کچالو، پیاز و مواد طبی میباشد. دستکم 380 خانه در ولسوالی زندجان ولایت هرات به زلزله زدگان توزیع شد. گفته شده این خانه ها به ساکنان 13 قریه که خانه های خود را در اثر زلزله 5 ماه قبل از دست داده بودند سپرده شده. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات گفته تا روزهای آینده 200 خانه دیگر نیز به زلزله زدگان سپرده می شود. در زمین لرزه هرات بیش از 10,000 خانه به طور کامل و 48,000 خانه دیگر قسمت تخریب شدند. دولت بریتانیا بیش از 36,000,000 دلار به افغانستان کمک کرد. این کمک ها قرار است به بیش از 2,000,000 نیازمند و ویژه به زنان باردار و شیرده توزیع شود. برنامه جهانی غذا نیز گفته بریتانیا در دو سال گذشته 209,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده. دست کم 5 نهاد بین‌المللی در یک گزارش مشترک نسبت به تشدید خشکسالی در افغانستان هشدار دادند. در این گزارش آمده افغانستان با بدترین خشکسالی در 3 دهه اخیر مواجه است و 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. اداره ملی حفاظت محیط زیست نیز با تایید این وضعیت گفته خشکسالی‌های اخیر سبب بروز خطرات جدی شده و بخش‌های مختلف به ویژه زراعت را متأثر ساخته. یافته‌های تازه 5 نهاد بین‌المللی در مورد تغییر آب و هوایی در افغانستان. یافته‌هایی که می‌گوید افغانستان با بدترین بحران خشکسالی در 3 دهه گذشته روبروست. بر اساس این یافته‌ها 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید روبروست. سازمان بین‌المللی نجات کودکان هم گفته کودکان و خانواده‌های دهاقین بیشترین ضرر ناشی از تغییرات اقلیمی را متقبل می‌شوند. امسال هم که برندگی فعلا که نیست، اگه رقم بمونه که ما کشتم نمیتونیم دیگه، از وضعیت کشتکار خیلی ما نگرانیم. مردم عادی با کمبود آب چهار میشه برای ما را دعاقینه و شکل خود مردم را ضرر میسازن. اداره ملی حفاظت محیط زیست نیز با تایید این یافته ها گفته ادامه این وضعیت بیشتر از همه بخش زراعت را متاثر میسازد. وضعیتی که اگر جلو آن گرفته نشود دامنه فقر در کشور گسترش خواهد یافت. عملا تغییر در دو پارامتر اقلیمی که درجه حرارت و بارندگی است، عملا باعث با وجود آمدن خطرات مثل جمله خشکسالی شده که مستقیم و غیر مستقیم سکتورهای ما را عملا آسیب رسانده. مثلا در سکتور زراعت اگر ما ببینیم وقوع خشکسالی های دوروی و ثابت از جمله خشکسالی زراعتی
که خوشحالی متئورولوژیکی و هیدرولوژیکی هم وجود داره. خوشحالی زراعتی عملا ساحات بعضی از نقاط کشور عملا آسیب رسانده. تنوع معیشت، بلند بردن قدرت خرید از طریق ایجاد فرصت‌های کاری در سکتورهای مختلف، حمایت از تولیدات داخلی و دسترسی آسان محصولات داخلی به بازارهای داخلی و خارجی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، مدیریت آب‌های سطحی از طریق اعمار چکدم‌ها و ذخایر آبی، ایجاد تأسیسات و سردخانه‌ها برای نگهداری میوه‌جات و سبزیجات از مواردی است که در اولویت کاری وزارت اقتصاد قرار دارد. فعالان محیط زیست هم ضمن مهم دانستن و توجه به بحران تغییر اقلیم، جلوگیری از قطع جنگلات، مدیریت آبریزه ها، تنظیم سیستم آبیاری و احیای چکدم ها را به عنوان راهکار پیشنهاد می کنند. افغانستان کشور مولد گازات گولخانه ای نبوده، می تواند تنها از استراتژی توافق استفاده بکند. دهقین و زارعین ما باید نوعی از زراعت انتخاب بکند که با خوش‌سالی ها و کم آبی ها مقاوم باشد. با این همه قرار است هفته آینده یک نشست بین المللی در مورد تغییرات اقلیمی با ارائه 140 مقاله در دانشگاه ننگرهار برگزار شود. نشستی که هدف آن شناسایی خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و ارائه راه حل برای مقابله با این بحران جهانی گفته شده. باشندگان سمنگان از کمبود بستر و تجهیزات طبی در شفاخانه ولایتی این ولایت شکایت دارند. مسئولان این شفاخانه نیز میگویند با وجود که این شفاخانه از 80 بستر به 240 بستر ارتقا کرده، اما هنوز امکانات و تجهیزات آن به شکل سابق است. همزمان با این، مسئولان محلی این ولایت تاکید میکنند که برای حل این مشکلات با مرکز در تماس هستند. شفاخانه ولایتی سمنگان، مرکز صحی که روزانه شاهد حضور بیش از 1 تا 2 هزار مراجع کننده سراپا از شهر ایبک و برخی ولسوالی های سمنگان است. باشندگان این ولایت میگویند این شفاخانه پاسخگوی نیازمندی های آنان نیست و در بسیاری از موارد مجبورند برای درمان به شهر مزار شریف بروند. ما دولت این شفاخانه موظف کنه، اتاق دیگه اتاق پرته، اتاق کم است. هر شفا هر اتاق ده تا 15 تا مریض بالا یک دیگه را کردن، به یک شفارگاه دو تا مریض است. چون خود سمنگان تداوی میشه، خود داخل سمنگان بستر میشه، با خود اقتصاد توان نداره که میگه برو مزار بر، برو کابل بر. همی سمنگان دم کل افغانستان شفاخانه است، کل افغانستان دکتر داره، با سمنگان ما شده متخصص دم خود سمنگان خود ما عملیات جراحی شده و با تداوی شده بستر شده، ضرورت نیست که خارج از ولایت و خارج از افغانستان رفته شده. شفاخانه ولایتی سمنگان در جریان ماه گذشته از 80 به 240 بستر ارتقا کرد. مسئولان در این شفاخانه اما میگویند با آنکه ظرفیت بسترها بالا رفته، اما امکانات همان امکانات سابق است. در قسمت چالش هایی که ما در شفاخانه ولایتی داریم بالفعل قسمت جای هست، چون متاسفانه در سالیان گذشته بر شفاخانه ولایتی ولایت سمنگان تعمیر معیاری و استانداردی تنظیم نشده که ما از ناحیه جای دقیقا مشکل داریم. با این همه مسئولان محلی سمنگان میگویند در پیوند به این مشکل با مسئولان وزارت صحت عامه در مرکز کشور صحبت کردند. شفاخانه ولایتی سمنگان قبلا 80 بستر بود که فعلا به 240 بستر ارتقا یافته، اما متاسفانه تعمیر معیاری وجود نداره. خواست ما از مقامات حکومت امارت اسلامی افغانستان این است تا در قسمت ساخت یک تعمیر معیاری مردم سمنگان را همکاری بکنند و در این قسمت اقدام بکنند. واقعا جای خیلی خوشحالی خواهد بود. در ولایت سمنگان در کنار شفاخانه ولایتی این ولایت بیش از 50 مرکز صحی برای ارائه خدمات صحی فعالیت دارند. جاده کوتل بوغابی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان که مسیر رفت آمد 9 ولایت شمال و شمال شرقی به کابل است، پس از 2.5 ماه بازسازی بروی رفت آمد باز شد. ریاست فواید عامه بغلان میگوید کار بازسازی کوتل بوغابی شهر پلخمری دست کم 72 میلیون افغانی هزینه برداشته و با طول بیش از 2 کیلومتر کانکریت ریزی شده است. افتتاح و بهره برداری جاده کوتل بوغابی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، جاده‌ای که
یکی از راه‌های مهم مواصلاتی به شمار می‌رود و 5 ولایت شمال و شمال شرقی را به کابل وصل می‌کند. با سازی این جاده دست کم 72 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه وزارت فواید عامه پرداخت شده است. بعضی خلک دا اعتقادون هم نیوی چی 2 میلیون افغانی او 2 کیلومتر سرک نو پدی کی دا تاسو ته اطمینان درکمه چی ډیر قوی مواد پیش که استعمال شوی دی. حتی داسې مواد استعمال شوی دی چی په دا ولایاتو کی بی قیده سی پیدا نسی که پیدا سی ډیر بلژ. مسئولان محلی ولایت بغلان با استقبال از پایان کار بازسازی این جاده می گویند از تمامی پروژه های توسعه‌ای در این ولایت حمایت می کنند. ستاسو ده هر اداری او ستاسو ده هر خدمت او ستاسو ده هر ترقی ده هر پرمختگ حامیان یو حمایت کو او ملاتړ کو. د دغه ملت د رغاوی د پاره لا زیات کار ته اړتیا ده. دا ملت 50 کاله دا وهل سوی ټکول سوی په دوی کې د بغض، عداوت، نفاق، شقاق، د تعصب، د قومي تعصب، لسانی تعصب، سمتی تعصب تخمونه په دوی کې کرل سوی دي. راځئ د دغو تخمونو د ختمولو د پاره باید کار وکړو. رانندگان این مسیر نیز میگویند پیش از این با مشکلات فراوان روبرو بودند، اما حالا با بازسازی این جاده می توانند با سهولت بیشتر رفت و آمد نمایند. سرک خراب بود، دمای یک بار موتر خراب می شد، ایسای شعله می کردیم این سرک کالی خامه است. در این خامه اعتبار بود که موتران می تواست که در راه می رویدیم این خالی تایرش می قدرم، هیله بشم. شکر بعد که خدای سرک هیله شد دیگر راحت می شد موتران. سرگوار می باشه، موتر خراب نمی باشه، مصرفش کم می باشه، یک رابندی نمی شه، بسیار خوب گفت. خیلی مشکلات ها زیاده، حالا خوب انشاءالله دیگه فقط دیگه یعنی فکر که 20 دقیقه وقت می رید، حالا شاید 5 دقیقه برایی. جاده کتل بغابی شهر پلخمری در زمان حکومت پیشین نیز بازسازی شده بود، اما به دلیل کار بیکیفیت و گشت و گذار موترهای توناژ بلند تخریب شد. حالا ریاست فواید عامه بغلان از کیفیت بالا و معیاری بودن این جاده اطمینان داده و گفته تا 35 سال آینده نیاز به بازسازی نخواهد داشت. ریاست فواید عامه بامیان در یک اقدام قرار از خانه های اطراف جاده های عمومی کابل بامیان و بامیان یکاولنگ را تخریب و جاده عمومی را بزرگ سازد. مسئولان میگویند خانه هایی که کمتر از 5 متر از حریم سرک فاصله دارند تخریب خواهند شد. شهروندان ما میگویند حکومت باید هزینه استملاک خانه هایشان را پرداخت کنند. اقدام ریاست فواید عامه بامیان جهت وسیع سازی اطراف جاده های عمومی این ولایت. این هم تصویری از علامت گذاری ریاست فواید عامه روی خانه های کنار جاده که قرار است تا چند روز دیگر تخریب شوند. مسئولان میگویند خانه هایی که کمتر از 5 متر در مسیر بامیان کابل و بامیان یکاولنگ فاصله دارد تخریب خواهند شد. آن ایده صاحه یا خانه های مسکونی که مردم ساکن هستن یا قبیله هایی که مواشی ساکن هستن، اینها را با مقام ولایت و ارگان های مربوطه صحبت میکنیم که برای ما تا اول سال وقت بیته وقتمندش را ما تخریب میکنیم و حریم سرخ خود را مساعد میسازیم برای استفاده آبرین. آن طرف شهروندان میگویند مخالف انکشاف جاده ها نیستند، اما حکومت باید هزینه استملاک و خسارت آنان را پرداخت کند. اگر می ویران چه ما بسیار به سختی جار کردیم، ممکن است جار کردنش نیست که ما جار کنیم، قدرت توانی ما نیست. دوم دیگه باید این خانه هایی که جور شده و تخریب میکنن باید هزینه پرداخته شده، چون استملاک نشده فهمیدیم. غیر از خانه ما هم نداریم دیگه، اقتصاد ما قدر خوب نیست، اگر دولت کمک کنه خوب است، اگر نکنه دیگه بسیار مشکل است. جاده عمومی بامیان یکاولنگ نزدیک به 100 کیلومتر طول دارد که ده ها خانه مسکونی در کنار این جاده قرار گرفته و ده ها خانه دیگر در مسیر جاده کابل بامیان قرار دارند. توجه نمایید به پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا.
کابل آفتابی 2-9، بامیان نیمه ابری -2-15، جلال آباد آفتابی 16-1، غزنی آفتابی 1-12، قندهار آفتابی 17-1، کندوز نیمه ابری 18-1، لشکرگاه آفتابی 18-2، مزار شریف نیمه ابری 17-3، نیلی آفتابی 4-8، هراد آفتابی 18-2. اسلام آباد نیمه ابری 17-5، تهران آفتابی 12-4، دبی نیمه ابری 24-17، دهلی آفتابی 18-8 و مکه آفتابی 32-20. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حملات آمریکا به عراق و سوریه، چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر این حملات را محکوم کردند. حملات آمریکا به عراق و سوریه نقص فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور است. واکنش وزارت خارجه امریکا به گزارش ها مبنی بر اثرگیری فعالیت دیپلماتیک امریکا در افغانستان میگوید هیچ برنامه کوتاه مدت برای برگشت به افغانستان ندارند. بسیار مهم است که موضوع وزارت خارجه را کاملا روشن کنیم. این است که ما هیچ برنامه کوتاه مدتی برای بازگرداندن هیچ گونه فعالیت دیپلماتیک به کابل نداریم. و ادامه نگرانی ها از تشدید خشکسالی در افغانستان. 5 نهاد بین‌المللی در یک گزارش مشترک اعلام کردند 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید روبرو است. با پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید پکیج های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. تا درود دیگر، بدرود.